در یکی از قریه های دورافتاده ولسوالی چخانسور نیمروز این زمینه فراهم شده است تا اطفال وارد صنف های درسی شوند. سال هاست که مردم این منطقه از آموزش محروم مانده بودند و حتی به مکتب های مرکز ولسوالی دسترسی نداشتند. په مجموعی توګه که وایم 500 صنف دی، په دې کې 150 صنف دی چې هغه د چټکو زده کړو پروګرام دی او متباقي چې دی هغه د محلي صنفونه دي، یعنی هغه شاګردان یا زده کوونکي یا ماشومان چې هغه ښوونځیو ته لاسرسی نه لري رسمي ښوونځیو ته، نو دوی ته به په هغه ساحه کې دغه پروګرام شروع سي او دوی ته به په خپل کلي کې مکتب پرانستل سي. امید لرو انشاءالله تعالی چې دا صنفونه ایجادیږي، موږ به خپل کامل هڅه کوو ځکه د هیواد د پرمختګ لپاره هم دغه تعلیمي بهیر ډیر مفید دی. الله جل جلاله دې زموږ هیواد د نورو غمونو څخه وساتي. این اطفال تازه قلم و کتاب و کتابچه را گرفتند تا سواد بیاموزند. دفتر یونیسف با همکاری نهاد کردائید قرار است در تمام قریه های دورافتاده نیمروز 500 مکتب ایجاد کند تا هزاران طفل دختر و پسر شامل مکتب شوند. مردم از این اقدام نهادهای کمک کننده و معارف نیمروز استقبال میکنند. په هغه سیمو کې چې هلته تعلیم زمینه به دا 40 کاله نه برابره سوې، اوس هم هغه لیرې سیمو ته موږ دوی ته امکانات، استادان او هر ډول تعلیمي اسباب چې دوی ضرورت کېږي پاله کوي. د کریې دوردست زندګي میکنه، مرکز بازار دورست دی. ما خوشحاله سم معرف از بهر موسې یونیسف که موسې به ما جوړ کړ اینجا. ما بسیار خوش شدیم که مدیر معرف بر ما اینجا مثلا مدرسه واس کرده برای کودکای ما که ما دسترسی به ولسوالی نداشتیم. ما خیلی خوش شدیم، خیلی هم راضی هستیم شما. این دختران و پسران تازه دوره ابتدایی تعلیمی را آغاز کردند. اطفال که دور از همه امکانات ابتدایی حتی برای داشتن صنف درسی نیز انتظار میکشیدند. با من خواهیم ما خدمت کنیم، با کشور خود خدمت کنیم. ما میخواهیم درس بخونیم، با کشور خود خدمت کنیم. ما منتظر بودیم که زود مکتب جور کنین و با سواد بشیم، با کشور خدمت کنین. یونیسف یا سازمان حمایت از کودکان میگوید این برنامه در 5 ولسوالی نیمروز راه اندازی شده است. هدف آنها تطبیق برنامه های تعلیمی در دورترین قریه های این ولسوالی ها می باشد.